سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه امروز ایران و جهان در هفته ای که گذشت. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به دیدار علی مطهری با علی خامنه ای و صحبت‌های او در خصوص محاکمه رهبران جنبش سبز. به جلسه اخیر پارلمان عراق می‌پردازیم که به دلیل اختلاف نظر نمایندگان ناتمام ماند. نگاهی خواهیم داشت به نشست خبری غلامحسین محسنی اژه‌ای و تشکیل کارگروهی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرای قانون مد و لباس. با ما همراه باشید. به گفته علی مطهری نماینده مجلس ایران، آیت الله علی خامنه ای اخیراً در پاسخ به درخواست این نماینده در مورد رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی یا محاکمه قضایی آنان با هر دو درخواست مخالفت کرده است. آقای مطهری گفته آقای خامنه ای در جواب درخواست او برای رفع حصر موسوی و کروبی تاکید کرده جرم آنها بزرگ است و اگر آنها محاکمه شوند حکم سنگینی خواهند داشت. به همچنین گفته اگر خمینی بود با این افراد شدیدتر برخورد میکرد. علی مطهری نماینده مجلس در گفتگو با پایگاه خبر آنلاین از ملاقات سه هفته قبل خود با آقای خامنه‌ای و مطرح شدن موضوع حصر خانگی موسوی، رهنورد و کروبی خبر داده است. مطهری در این دیدار تأکید کرده که ادامه حصر خانگی از نظر خودش و بسیاری از افراد دیگر به نفع کشور و انقلاب نیست. گفتم اگر یکی از این دو در این حال از دنیا برود، مسئله به صورت یک قده چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می ماند. از جناب عالی درخواست می کنم که به قوه قضاییه دستور بدهید که این موضوع را تمام کنند. اگر لازم است محاکمه شوند. همراه سایر افراد ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود. به نقل از مطهری، خامنه‌ای در پاسخ گفته است جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاتفت کرده ایم. گفتگوی مطهری و خامنه‌ای در حاشیه ملاقات فراکسیون شاهد مجلس انجام شده است. مطهری به خبر آنلاین گفته که فضای آن جلسه برای صحبت بیشتر در این زمینه مناسب نبود. پاسخ خامنه‌ای به درخواست رفع حصر در حالی پس از سه هفته رسانه‌ای می شود که علی مطهری در سخنان خود به مناسبت سالگرد هفتم تیر در نجف آباد حذف منتقدان از سیستم حکومت را چه در زمان امام و چه پس از آن اشتباه خوانده و افسوده بود. این غلط است که ما بدون حکم قضایی و تشکیل دادگاه ادعی را در حصر بگذاریم و بعد بگوییم به شما لطف کرده ایم. او در خرداد ماه و طی مراسمی در شیراز نیز که به مناسبت سالگرد انتخاب روحانی به ریاست جمهوری برگزار می شد، حصر خانگی بدون حکم قضایی را خلاف دانسته و خواستار محاکمه احمدی نژاد به خاطر حوادث سال 88 شده بود. علی مطهری در فروردین ماه هم در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان گفته بود بسیاری از نمایندگان مجلس با حصر مخالفند اما جرأت اظهار آن را ندارند. مطهری بارها خواستار رفع حصر موسوی و کروبی و رهنورد شده و از این انتقاد کرده که بدون دادن فرصت به موسوی و کروبی آنها را فتنه‌گر می‌خوانند. علی افشاری در چند خط در تحلیل این سخن خامنه‌ای نوشت سخنان خامنه‌ای بدین ترتیب به شکلی صریح و مستند معلوم می‌کند چه کسی پشت سر حصر است و هم بار دیگر روشن می‌گردد که امثال پناهیان‌ها، سید احمد خاتمی‌ها، رسایی‌ها و جنتی‌ها نظرات وی را نمایندگی می‌کنند. همچنین با عطوفت ولایی ادعا شده می‌توان پی برد که غضب ولایی چقدر هولناک خواهد بود. اشاره وی به این که اگر آقای خمینی بود شدیدتر برخورد می‌کرد نشان می‌دهد منشأ اصلی خشونت دولتی در جمهوری اسلامی چیست. میراث شومی که راه را برای هر ظلم و ستمی توسط حکومت باز می‌کند. گفتنی است میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به خاطر تأکید بر وقوع تقلب در این دوره از انتخابات بیش از 3 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند. حصر خانگی این افراد به دستور علی خامنه‌ای صورت گرفته و تلاش‌ها برای رفع آن نیز تا
تاکنون بی نتیجه مانده است. هفته گذشته نخستین جلسه پارلمان عراق بود دستور تعیین نخست وزیر به دلیل اختلاف نظر نمایندگان ناتمام ماند و به یک هفته دیگر موکول شد. شواهد نشان می‌دهد که مالکی در تلاش برای تشکیل یک دولت ائتلافی و ماندن در مقام خود شکست خواهد خورد. این در حالی است که مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق از قصد خود برای برگزاری همه پرسی در مورد استقلال این منطقه خبر داد. نوری مالکی در نظر داشت با وعده دادن بودجه کافی به اقلیم کردستان نظر مساعد کردها را برای ائتلاف مورد نظر خود جلب کند، اما حمله های داعش محاسبات او را برهم زد. آقای مالکی علاوه بر کردها از سوی متحدان پیشین و کنونی خود نیز تحت فشار قرار دارد. نمایندگان سنی و کرد پارلمان عراق به دنبال معرفی نشدن جانشین نوری المالکی از سوی نمایندگان شیعه نخستین جلسه مجلس جدید عراق را تحریم کرده و آن را از حد نصاب انداختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اقدام این نمایندگان امیدها برای تشکیل دولت وحدت ملی و جلوگیری از سقوط عراق به دلیل پیشروی شورشیان داعش را کمرنگ کردند. ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل و کشورهای همسایه عراق به اضافه روحانیون شیعه عراق در روزهای گذشته از سیاستمداران این کشور خواسته بودند تا هرچه سریعتر دولتی فراگیر برای جلوگیری از پیشروی شورشیان افراطی به سمت بغداد تشکیل دهند. اما با ناکامی نمایندگان شیعه در معرفی نخست وزیر جدید، سنی ها و کردها از بازگشت به صحن پارلمان در منطقه سبز بغداد خودداری کردند. گزارش رویترز میگوید که تنها حدود یک سوم نمایندگان به نشست مجلس بازگشتند. سنی ها گفتند که ائتلاف آنها تا زمان معرفی نخست وزیر از سوی شیعیان نامزدی برای ریاست پارلمان اعلام نخواهند کرد. کردها نیز از معرفی کاندیدا برای ریاست جمهوری خودداری کردند. این نمایندگان معرفی نوری المالکی به عنوان نخست وزیر عراق را رد کردند. آقای مالکی تا تعیین نخست وزیر جدید عراق به صورت کفیل نخست وزیری عهده‌دار این سمت خواهد بود. این نخستین نشست پارلمان عراق پس از برگزاری انتخابات در ماه آوریل امسال بود. گزارش حاکی است که نشست بعدی پارلمان قرار است روز 8 ژوئیه برگزار شود. گفتنی است در این جلسه قرار بود که رئیس پارلمان و رئیس جمهوری عراق نیز انتخاب شوند. بر اساس نظام حکومتی عراق که پس از سقوط صدام حسین اجرا شده است، نخست وزیر همیشه از اکثریت شیعیان، رئیس پارلمان از سنی ها و رئیس جمهوری که پستی تشریفاتی است از میان کردها انتخاب می شود. اما در رویداد دیگر، مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق از قصد خود برای برگزاری همه پرسی در مورد استقلال این منطقه خبر داد. وی که در این باره با شبکه جهانی بی بی سی سخن می گفت درباره این همه پرسی افزود که در حال حاضر نمی توانم تاریخ دقیق آن را مشخص کنم، اما قطعا طی چند ماه برگزار می شود. مسعود بارزانی با اشاره به پیشروی‌های گروه داعش، دولت اسلامی شام و عراق در مناطق سنی نشین عراق گفت همه آنچه اخیراً رخ داده نشان می‌دهد که حق کردستان است که به استقلال برسد. وی با اشاره به مسئله استقلال افزود از این پس دیگر مخفی نمی‌کنیم که هدف ما این است. عراق همینک عملاً تجزیه شده است. رهبر اقلیم کردستان عراق افزود آیا قرار است در چنین وضعیت غم‌انگیزی که کشور در آن به سر می‌برد باقی بمانیم؟ البته تصمیم استقلال بر عهده من نیست و بر عهده مردم است. ما همه پرسی برگزار خواهیم کرد و زمان انجام آن طی ماه‌های آینده خواهد بود. به گفته آقای بارزانی جهت برگزاری چنین رفراندومی اقلیم کردستان عراق نخست باید یک هیئت انتخاباتی مستقل تشکیل دهد. او در ادامه گفت که
ما به تصمیم مردم احترام گذاشته و به آن عمل خواهیم کرد و امیدواریم که دیگران هم همین کار را بکنند. این اظهارات رهبر اقلیم کردستان عراق در حالی بیان می شود که پیش از آن معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرده بود که ترکیه با جدایی کردستان از عراق مخالف است. این مقام دولت ترکیه در این باره گفته بود همه دنیا موضع رسمی ما را می داند. نباید گذاشت عراق تجزیه شود. نباید گذاشت که سلاح‌ها را به یکدیگر نشانه بروند. نگذاریم مردم خون هم را بریزند. کاری کنیم که قدرت‌های خارجی از مداخله در عراق دست بردارند و عراق راه خود را برای ایجاد یک جامعه منسجم ادامه دهد. در رویداد دیگر مرتبط با عراق، ایالات متحده برای حمایت از سفارتخانه خود در بغداد و شهروندان آن کشور در مقاطع مختلف پایتخت 300 نیروی نظامی دیگر به عراق می‌فرستد. با این حساب شمار کل نیروهای نظامی آن کشور در عراق به تقریباً 750 نفر می‌رسد. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا در این حال گفته است که گروه کوچکی از کارکنان خود در سفارتخانه بغداد را موقتاً به کنسولگری خود در شهر اربیل شمال عراق و شهر بصره در جنوب آن کشور انتقال می‌دهد. به گفته جنس ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، سفارتخانه در بغداد به طور کامل مجهز می شود تا به ایفای وظایف خود بپردازد. این رویدادها در حالی است که درگیری‌های داعش و حکومت عراق همچنان ادامه دارد. گروه داعش که همینک اعلام ایجاد خلافت اسلامی در بخشایی از عراق و سوریه کرده، با دولت عراق در چند نقطه از جمله در شهر تکریت در شمال عراق درگیر است. در همین حال استاندار صلاح الدین عراق اعلام کرد که بیش از 60% این استان از عناصر داعش آزاد شده است و پیشروی نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که طی ماه گذشته در عراق 2417 نفر در پی اقدامات خشونت‌آمیز و تروریسم کشته شدند که 1531 نفر از آنها از غیر نظامیان بودند. حزب عدالت و توسعه ترکیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر کنونی این کشور را به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه 19 مرداد ماه برگزار خواهد شد. مایستان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه گزارش می‌دهد. مطابق با وعده‌ای که پیشتر حزب عدالت و توسعه داده بود، سرانجام روز سه‌شنبه حدود 4000 نفر از اعضا و نمایندگان این حزب در مرکز کنگره اتاق تجارت شهر آنکارا گرد هم آمدند تا به طور رسمی نامزدی آقای اردوغان برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه رو اعلام کنند. مراسمی که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و طی اون آقای محمد علی شاهین معاون حزب عدالت و توسعه رسما آقای اردوغان رو به عنوان نامزد این حزب برای تصدی مقام ریاست جمهوری معرفی کرد. همینطور تمامی 313 تن نمایندگان حاضر حزب عدالت و توسعه در پارلمان با امضای نامه رسمی و تایید آقای اردوغان درخواست نامزدی آقای اردوغان رو به ریاست پارلمان ارائه کردن تا روال قانونی نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری طی بشه. مطابق با اصلاحاتی که در قانون اساسی ترکیه در سال 2010 طی یک همه پرسی صورت گرفته، انتخاب رئیس جمهور که پیشتر بر اساس بند 104 قانون اساسی از سوی پارلمان صورت می گرفت تغییر کرده و از این پس مردم با رأی مستقیم رئیس جمهور رو انتخاب خواهند کرد. در واقع این نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه خواهد بود که رئیس جمهور نه از سوی پارلمان که مستقیما با رأی شهروندان انتخاب خواهد شد. هرچند مقام ریاست جمهوری در ترکیه پیش از این یک مقام تشریفاتی بود، حالا اما این احتمال وجود داره که با انتخاب آقای اردوغان اصلاحاتی نیز در حوزه اختیارات و وظایف رئیس جمهور در این باره انجام بگیره و شخص رئیس جمهور از اختیارات بیشتری در این رابطه برخوردار باشه. خود آقای اردوغان در این مراسم پس از اعلام نامزدی گفته که به امید خدا در صورت پیروزی در انتخابات دوران
جدیدی رو در ترکیه آغاز خواهیم کرد. اما در شرایط کنونی به نظر میرسه که آقای اردوغان در انتخابات پیش رو رقیب جدی نداشته باشه. دو سه روز پیش میدونیم آقای عبدالله گل مهمترین رقیب و همحزبی او در این مسیر اعلام کرد که قصد شرکت در انتخابات رو نداره و با این شرایط و با استناد به نظرسنجی هایی که انجام گرفته دست کم تا کنون پیروزی آقای اردوغان محتمل به نظر میرسه. دو رقیب دیگه آقای اردوغان در این مسیر آقای اکملالدین احسان‌اوغلو نامزد مشترک و مورد حمایت دو حزب جمهوری خلق و ملی‌گرا خواهد بود و همینطور آقای صلاح‌الدین دمیرتاش نامزد 42 ساله کرد و مورد حمایت حزب دموکراتیک خلق ها که با توجه به ریشه کردی ایشون و حزب مورد حمایتش بسیار امید داره بتونه آرای 12 میلیونی کردها رو در این زمینه جذب کنه. اما خب آقای اردوغان هم در این زمینه یعنی تلاش برای حمایت کردها در طی یک سال گذشته اقداماتی رو انجام داده، از جمله لایحه اخیری که به پارلمان ارائه شد تا بر اساس اون فضا برای تعامل بیشتر کردها در جامعه ترکیه فراهم بشه. جدای از نظرسنجی ها و چنین اقداماتی که از سوی دولت در این مدت انجام شده، انتخابات محلی 3 مارس و پیروزی حزب عدالت و توسعه در این انتخابات نقطه قوت و امید دوچندانی رو به آقای اردوغان و حزبش در این مسیر میده که بتونن با قدرت در این انتخابات پیروز میدان باشن. اگر آقای اردوغان آنطور که خودش امروز گفتن تصمیم داشته باشه برای دو دوره رئیس جمهور ترکیه باشه و در این مسیر هم موفق بشه، در اون صورت او تنها سیاستمداری خواهد بود که پس از آتاتورک فقید بیشترین دوران ریاست جمهوری در این کشور رو بر عهده داشته. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در یک نشست خبری از بازداشت تعدادی از مدیران دولتی در ارتباط با پرونده بابک زنجانی خبر داد. آقای اژه‌ای همچنین از محاکمه مهدی هاشمی در مرداد ماه امسال خبر داد و گفت پرونده فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی در اختیار یک قاضی دیگر قرار گرفته است. پرونده محمود احمدی نژاد و بازگشت فعالان سیاسی خارج از کشور به ایران از دیگر محورهای سخنان دادستان کل کشور در هفته گذشته بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از محاکمه مهدی هاشمی در مرداد ماه امسال خبر داد و گفت پرونده فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی در اختیار یک قاضی دیگر قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران این خبر را اعلام کرده است. قاضی این پرونده پیشتر ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که به دلایل نامعلومی از رسیدگی به آن بازمانده است. مهدی هاشمی نیز تغییر قاضی پرونده خود را به هر بهانه که باشد کاملا بی سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه دانسته است. هاشمی افسوده متاسفانه پرونده‌اش در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگین این پرونده معطل مانده است. محاکمه مهدی هاشمی خواست بسیاری از محافظه‌کاران منتقد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که تاکنون محقق نشده است. مهدی هاشمی مهر ماه سال 1391 پس از حدود 2 سال به ایران بازگشت که در آن زمان برای مدتی در بازداشت به سر برد و با قرار وثیقه آزاد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خود درباره پرونده قضایی احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران گفت این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و به حکم نرسیده و مختومه نیز نشده است. وی اضافه کرد چگونگی رسیدگی به این پرونده به تشخیص قاضی و طبق قانون است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده محمد رضا رحیمی از نزدیکان احمدی نژاد نیز گفت در این پرونده حکم صادر نشده است. جلسات دادگاه ایشان تمام شده است اما ختم رسیدگی اعلام نشده و طبعا حکم هم صادر نشده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور حکم غیابی برای مهرگان امیر خسروی برادر مهافرید امیر خسروی و ارسال این پرونده برای اجرای حکم خبر داد. مهافرید امیر خسروی سحرگاه روز 3 خرداد در زندان اوین اعدام شد. مهرگان امیر خسروی پیش از این اتهامات منتسب به خود و برادرش در پرونده اختلاس 3000 میلیاردی را رد کرده بود.
آقای اژه‌ای همچنین خبر داد که 22 نفر از متهمان بانک ملی در پرونده اختلاس 3000 میلیاردی محاکمه و حکم قطعی برای آنان صادر شده است. سخنگوی قوه قضایی از کسانی که در بازگشت از خارج به کشور بازداشت شدند نامی نبرد، اما رسانه های ایران در هفته های اخیر از بازداشت حسین نورانی نژاد، سراج الدین میردامادی و عبدالحسین هراتی خبر دادند. پرونده بابک زنجانی میلیاردر رانتخاری که همکنون در زندان اوین است از دیگر بخش های سخنان اژه‌ای بود. سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه از بازداشت تعدادی از مدیران دولتی در ارتباط با پرونده بابک زنجانی خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین خبر داد که بخشی از اموال بابک زنجانی به مزایده گذاشته شده اما هنوز به فروش نرفته است. وی افزود 3 دسته افراد از داخل و خارج کشور پیغام داده و یا به صورت مستقیم مراجعه کردند که حاضرند بدهی بابک زنجانی را پرداخت و اموال وی را بردارند که این مسئله در حال بررسی است. اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای در حالی است که بیژن زنگنه وزیر نفت 20 اردیبهشت ماه مبلغ بدهی بابک زنجانی را 8 هزار میلیارد تومان ذکر کرده و گفته بود اموالی که تا به امروز شناسایی شده است بسیار کم بوده و جوابگوی بدهی وی به دولت نیست. بابک زنجانی از اواخر سال گذشته خورشیدی به اتهام فساد اقتصادی زندانی است. وی همچنین از چهره‌های اصلی مطرح در پرونده دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از طریق نقل و انتقال پول و دارایی از ترکیه به ایران بود که سبب بروز جنجال سیاسی بزرگی در ماه‌های گذشته در ترکیه شد. مقام‌های قضایی ایران گفتند که پرونده بابک زنجانی از نظر حجم مالی بزرگترین پرونده دستگاه قضایی بعد از انقلاب اسلامی بوده است و حجم آن 3 برابر پرونده مهافرید امیر خسروی است. رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تعداد مساجد در تهران کم است گفته بررسی ها نشان می دهد که تهران فقیرترین شهر کشور به لحاظ مسجد در کشور است. این در حالی است که بر اساس آمار شهر تهران در حال حاضر 2000 مسجد دارد که به گفته محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز اکثرا خالی است. عبدالمقیم ناصحی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در مصاحبه با خبرگزاری مهر از اقداماتی سخن گفت که برای افزایش تأثیر و تعداد مساجد در تهران در دست انجام است. ناصحی اظهار داشت که شورای شهر تهران در حال رایزنی برای باز بودن در مساجد در طول شبانه روز است. او همچنین گفت که قرار است در طول 4 سال آینده 400 مسجد در تهران ساخته شود و نیز قانونی در شورای شهر تهران مطرح است که طبق آن برج‌های بالای 30 طبقه نیز دارای مسجد باشند. رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در ادامه افزود که برای جمعیتی که در تهران زندگی می کنند 2000 مسجد کم است. او گفت بررسی ها نشان می دهند که تهران فقیرترین شهر کشور به لحاظ مسجد است. مقامات جمهوری اسلامی می گویند که برای هر 1000 نفر نیاز به 1 مسجد هست. ناصحی نیز با نظر به استاندارد جمعیتی گفت که برای 8,500,000 نفر جمعیت شبخواب تهران 8500 مسجد لازم است، در حالی که تنها 2000 مسجد در تهران وجود دارد. وی همچنین اظهار داشت که بودجه فعالیت‌های دینی این شورا افزایش یافته و قرار است در 4 سال آینده 400 مسجد در 374 محله تهران ساخته شود. او اضافه نمود که مردم هم در ساخت مساجد مشارکت خواهند داشت. در همین رابطه ماه گذشته نیز یک فرمانده سپاه پاسداران اعلان کرد که سپاه برای ساخت هر مسجد تا 25 میلیون تومان کمک خواهد کرد. ضیاءالدین حزنی فرمانده قرارگاه قرب کوثر خاتم الانبیا در 8 خرداد ماه از برنامه سپاه پاسداران برای ساخت 7700 مسجد در ایران خبر داده و گفته بود که بیشتر همیاری ها از طرف مردم صورت می گیرد و سپاه نیز برای احداث هر مسجد بین 10 تا 25 میلیون تومان هزینه خواهد کرد. گفتنی است تشویق مردم برای ساخت مسجد
و پشتیبانی سپاه پاسداران از برنامه مسجدسازی در شرایطی است که مساجد ایران در حال حاضر خالی از مردم است و مقامات مسئول هم بارها نسبت به این شرایط واکنش نشان دادند. همچنین این مسجدسازی ها تنها معطوف به جمعیت شیعه ایران است و مصداق اهل سنت نیست، زیرا اهل سنت که برآورد می شود حدود 1,000,000 نفر از جمعیت تهران را تشکیل می دهد، مسجدی در پایتخت ندارند. نمایندگان اهل سنت در ایران بارها به محدودیت هایی که جمهوری اسلامی برای ساختن مساجد اهل سنت قائل می شود انتقاد کردند. هفته گذشته دو خبر بر صدر رسانه‌های فرانسه نشست. اول خبر بازداشت موقت نیکولا سارکوزی و دوم جریمه بانک بی ان پی فرانسه از سوی آمریکا. محمد رضا شاهید خبرنگار ما از پاریس و جزئیات بیشتر از این دو خبر. در صدر خبرهای امروز فرانسه باید به دو خبر اشاره کرد. ابتدا بازداشت موقت و تحقیقاتی آقای نیکولا سارکوزی، برای اولین بار یک رئیس جمهور سابق به نزد قاضی رفته است برای تحقیقاتی که مربوط می شود به تأمین بودجه مالی انتخاباتی، کمک‌های احتمالی دریافتی از سوی آقای قذافی که البته تا این لحظه تماماً به تحقیقات مربوط می شود و حتی اینکه آقای سارکوزی بعد از دادگاه بتواند به عنوان نامزد ریاست جمهوری شرکت بکند وجود دارد. خبر دوم مسئله جریمه مالی توسط امریکا برای بانک فرانسوی BNP Paribas است که میدونید متهم است نزدیک به 30 میلیارد دلار تحریم ها را دور زده و با سودان، کوبا و جمهوری اسلامی ایران معاملاتی داشته است. تمام این معاملات در شهر ژنو و توسط شعبه این بانک انجام شده. البته نباید تعجب کرد، به این دلیل که اولا رئیس خود بانک این مسئله رو پذیرفته و در سال 2013 تمام بانک های جهان 100 میلیارد دلار جریمه پرداختند. یعنی مسئله تحریم ایران یا کوبا نیست، هر نوع خطای بانکی می تواند با این جریمه روبرو بشود. البته این دو مسئله و ندیده گرفتن تحریم ها بسیار جرم سنگین بانکی به حساب آمده. مسئله دومی که برای این بانک وجود داره، وقتی که آقای اوباما برای سالگرد ورود متفقین به فرانسه در پاریس بود و ملاقاتی با آقای اولان در این باره داشت، گفته بود که دخالتی در امور قضایی نمیتونه داشته باشه. همونطور که در فرانسه میبینید آقای نیکولا سارکوزی در برابر قاضی حاضر شده و گفته است که این مسئله فقط بانکی است. آن زمان صحبت از 9 میلیارد جریمه بود ولی الان صحبت از 6 میلیارد و 400 میلیون دلار. اون چیزی که بانک BNP Paribas رو نگران میکنه جریمه دومی است و اون اینکه تا یک سال حق معاملات بانکی با دلار رو نداره و در نتیجه یک بار دیگر خود بانکی که کمیسیون میگرفت باید کمیسیون تغییر ارز بده و این رقم سنگینی برای یک بانک است. البته جالب اینه که بعد از اعلام نتیجه رأی دادگاه در امریکا سهام BNP بانک پاریبه 3% افزایش نشان میده و رئیس بانک میگوید که این جریمه هیچ نوع ضرری رو متوجه مشتریان بانک نمی کند. پاریس، تلویزیون ایران فردا. با آغاز فصل تابستان طراحان ایرانی با برندهای شناخته شده مانند پوش، دورنا و دنیا لباسهای تازه تابستانیشان را در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و فیسبوک عرضه می کنند. همزمان دولت هم از طریق کارگروهی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرای قانون مد و لباس به وجود آورده اعلام کرده 3 مؤسسه مد و لباس در ایران می توانند لباسهای تابستانیشان را به طور زنده به نمایش بگذارند. حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میگوید 3 مؤسسه مدینو، وایلت و بهپوشی که در زمینه مد و لباس اسلامی فعالیت میکنند، برای برگزار کردن نمایش زنده لباسهای اسلامی معرفی شدند. به گزارش زمانه، این مراکز پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و طی کردن مراحل قانونی از وزارت ارشاد مجوز برگزاری نمایش زنده لباس را دریافت کردند.
قبادی با بیان اینکه این سه مؤسسه مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌اند گفت طراحان دیگر اگر بخواهند لباس‌هایشان را به نمایش بگذارند می‌بایست از طریق این سه مؤسسه اقدام کنند. در هر جایی هم نمی‌توان نمایش مد و لباس برگزار کرد. کارگروه مد و لباس در وزارت ارشاد در مجموع 30 مرکز فرهنگی در سطح شهر تهران از جمله برج آزادی، برج میلاد و تالار وحدت را برای نمایش مد و لباس در نظر گرفته است. برای هر نمایش به مجوزی جداگانه نیاز است و فقط آن سه مؤسسه مورد تایید ارشاد می توانند برای صدور مجوز اقدام کنند. آیین‌نامه ای هم تصویب شده و طراحان مد و لباس را موظف کردند مطابق آن آیین‌نامه رفتار کنند. به رغم همه این سختگیری ها نمایش مد و لباس فقط برای بانوان برگزار می شود. کارگروه مد و لباس در وزارت ارشاد اما وعده داده که در آینده مردان هم بتوانند از نمایش مد و لباس بازدید کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اواخر اسفند 92 در یک محیط اداری نمایشگاه مد و لباس برگزار کرد. هدف این بود که با آموزش مدلینگ، نمایش زنده و تولید ژورنال لباسهایی با طرح‌های تازه اما منطبق با شرایط اسلامی تولید شود. در این نمایشگاه 459 مانتو و چادر عرضه شد اما این محصولات مورد استقبال قرار نگرفت. سقف قیمت ها تا 400 هزار تومان تعیین شده بود که دست کم بانوان شاغل در مراکز دولتی بتوانند پوشاک مورد نیازشان در محل های کار را فراهم کنند. منکن های پوشیده در چادر سیاه، کت و دامن های بلند به رنگ های قهوه‌ای و قهوه‌ای روشن، مقنعه های زرد و سفید و قرمز و بهره‌گیری از برخی المان های قجری مانند شلیته در طراحی لباس اسلامی برای بانوان، حداکثر نوآوری مجاز در طراحی لباس های مورد تایید حاکمیت را در این نمایشگاه پر سر و صدا اما کم بازتاب به نمایش گذاشت. همزمان با این تلاش‌های رسمیت یافته، مبتنی بر سیاست‌های تجویزی، طراحان جوان و مستقل ایرانی از شبکه‌های اجتماعی و محافل خصوصی برای عرضه کردن برندهایشان استفاده می‌کنند. برند پوش پاییز سال گذشته جوراب شلواری‌هایی را با نقش و نگارهای زیبا طراحی و عرضه کرد که به عنوان ساپورت سر زبان‌ها افتاد و فراگیر شد و در جامعه بین دختران جوان و خوش‌سلیقه رواج پیدا کرد. این ساپورت‌ها از آن زمان مورد انتقاد حاکمیت قرار گرفت و هفته گذشته هم علی مطهری نسبت به آن انتقاد شدید کرد و حتی به وزیر کشور دولت روحانی هم کارت زرد داد. مطهری اما در تازه ترین واکنش گفته با اصل ساپورت پوشیدن زنان مخالف نیست اما معتقد است ساپورتی که حجم بدن زنان را نشان می دهد حجاب نیست و دولت باید با آن برخورد کند. آقای مطهری در گفتگو با خبرگزاری آنا گفته با وجودی که می داند این حرفها برخی را ناراحت می کند اما وی به آن اعتقاد دارد. وی افسوده ما نمیگوییم اصل ساپورت پوشیدن اشکال دارد. یکی با مانتویی که تا پایین زانو ساپورت میپوشد و کسی هم نمیتواند با آن ایراد بگیرد. پس با اصل ساپورت پوشیدن مخالف نیستیم. مطهری توضیح داده در واقع اعتراض ما با آن پوشش ساپورتی است که کل حجم بدن را نشان میدهد و این نوع پوشش قطعا حجاب نیست. این نماینده مجلس اضافه کرده من میگویم باید با این موارد بسیار ناهنجار مثل همون ساپورت پوشیدن که باب شده است برخورد شود. اینجا دولت نمیتواند سکوت کند. گفتنی است علی مطهری یکی از منتقدان سرسخت وضعیت پوشش زنان است که هفته گذشته تصاویری از زنان ساپورت پوش را در صحن علنی مجلس به نمایش گذاشت و از وزیر کشور خواستار برخورد با آنها شد. مطهری بارها به انتقاد از پدیده بی‌حجابی در سطح جامعه اقدام عملی در این زمینه را وظیفه دولت دانسته و تاکید کرده که دولت حسن روحانی تا کنون در این زمینه کاری انجام نداده است. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما را می توانید در وبسایت ما به آدرس iranfardalive.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. منتظر شما هستیم. تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید.